درود ویژه دارم خدمت همه شما دوستان عزیزان و سروران. خبر امروز اومد که آقای شهاب حسینی، خب من ازشون دفاع کردم سر صحبتشون در جشنواره، مون تا برنامه ما یه برنامه‌ایه که بر معیار منافع ملی جلو میره. با هیچ کسی، حتی خودم، من علی خودم برنامه داشتم، یه ته داستانم، با هیچ کسی هم تو این زمینه شوخی نداریم. حتی خود من امید دانا، هر جا من احساس کنم در گذشته یا در آینده اشتباه میخوام برم، خودم رو به نقد کشیدم و خواهم کشید، چون معیار ما منافع ملیه. خیلی از دوستان بعضی وقت میگن آقا ما نمیدونیم تو فردا چی میخوای، آماده باشید چون معیار من منافع ملیه. امکان داره فردا اومدم اینجا کاملا از رضا پهلوی دفاع کردم، چه میدونیم فردا رضا پهلوی چی میگه؟ تا به امروز قضاوت من رو رضا پهلوی سر خیانت های گسترده این آدم بی وجوده، حالا من این فردا بی وجود نبود، با وجود شد. یه دفعه اگه الان مثلا رضا پهلوی بیاد سخنرانی کنه، آمریکا رو محکوم کنه بابت این همه خیانت هایی که داره به کشور ما میگه و یک صحبت هایی رو در کانتکست صحبت های اردشیر زاهدی داماد شاه بکنه، من بعد میام اینجا به رضا پهلوی فوش بدم؟ خب اون میگه میشه عقده ای بودن و میشه دعوای شخصی بودن. من اگه الان میزنم تو سر این آدم بی وجود کودک 60 ساله بابت اینه که این داره خیانت میکنه، ولی اگه فردا رضا پهلوی حرف درستی بزنه دفاع میکنی. شهاب حسینی در جشنواره فیلم فجر حرفایی در چارچوب یک هنرمند بسیار درست زد، نه در چارچوب یک متفکر، اینا که صحبتای خیلی ساده و پیش پا افتاده ای بود، در چارچوب تحلیلگر و اینا کاری که ما داریم میکنیم، خب صحبتاش یک سری صحبتای ساده انگارانه و کودکانه بود، ولی در چارچوب یک هنرمند بسیار صحبتای خوبی بود، ما دفاع میکنیم. امروز ایشون رفته فیلمشون در اومده، نشان شوالیه بهش دادن. نگاه کنیم فیلمو و من در مورد این شوالیه بودن صحبت دارم. زحمات شما در عرصه سینما، شما رو به عنوان شامخ شوالیه در دسته ادب و هنر نائل می‌آوریم. بابا چقدرم خوشحاله این آقای شوالیه، بهشون شوالیه گفتن، شوالیه هست. این داستان شوالیه بودن چیه؟ حتی میگن این مثلا نشان شوالیه ادبیه. الان ما چیزی به نام شوالیه ادبی نداریم. من حتی از خود وبسایت این نشان رفتم مطالب خوندم، الانم عکس سایتشون رو نشونتون میدم. اولا نشانی که اولا به اینا میدن نامش لژیون دونور هست. این لژیون دونور یک نشانی است که از زمان ناپلئون اومد مد شد. در سال 1802 ناپلئون این نشان رو اومد بنیان گذاشت و نشانی است که به کسانی داده میشه که اینها در حقیقت برای منافع فرانسه کاری کرده باشن. من اینی که میگم ویکی‌پدیا و اینا نمیگم بهتون، نگاه کنید رفتم سایت خودش رو، میتونید برید نشانی که به ایشون دادن رو از سایت خودشون ببینید. اولا نشان لژیون دونور 5 مدل داره، یعنی درجه بندی داره. مدلی که بهش میگن ادبی، اولا نامش نشان شوالیه ادبی نیست، نامش نشان لژیون دونور رده پنجمه. رده پنجمه به افراد ادبی میدن، حالا رده سوم و دوم و اینا رو مثلا به نظامی ها میدن، به افراد مختلف میدن. رده پنجم این نشان که رنگ سبز رنگی داره اینجا دارید میبینید، من از سایت خودشون درآوردم که نام سایتشون هم همین لژیون دونوره، بزنید و خیلی راحت میتونید سایتشون رو، من بتونم بگم، من که فرانسوی بلد نیستم، 10 بار گفتم من تمام سایت هایی که پژوهش میکنم اپلیکیشن در حقیقت ترنسلیت دارم و کل این وبسایت رو فارسی میکنم. 100% دقیق نیست، ولی به هر حال اگه کسی دنبال پژوهش باشه خیلی بهش کمک میکنه. و این نشان رده پنجمه که میدن به افراد، به افرادی میدن این نشانو که کاری کرده باشن برای این ملت فرانسه. اولا کلوب داره، کلوب همین لژیون دونور، و فقط فرانسوی یا کسانی که پاسپورت فرانسوی داشته باشن میتونن عضو این کلوب باشن. اما این جایزه رو فقط به اعضای کلوب نمیدن، به فقط فرانسوی ها نمیدن، میگن هر کسی که حتی اتباع خارجی باشه، از نظر فرانسوی ها اتباع خارجی باشه و برای منافع ملی فرانسه
کاری کرده باشه این جایزه رو لیاقت داره بگیره. این جمله‌ای که در سایتشون در آوردم، حتی با گوگل ترنسلیت در آوردم، میگه که اتباع سایر کشورها که به فرانسه خدمت کردن یا از آرمان‌های آن حمایت کردن امکان دارد به این نشان نائل شود. امکان دارد، یعنی این نشان اصلا مخصوص فرانسوی است، ولی میگه اتباع کشورهای دیگر رو امکان دارد که اگر برای آرمان‌های فرانسه کاری کرده باشن این نشان رو بگیرن. من برام جالبه، من فکر میکنم این نشان بالای 50 مرتبه و افروشانم بیشتر به افراد مختلف ایرانی داده و این امکان دارد. برای ما ایرانی‌ها خیلی امکان داشتن، هر به هر کی رسیدن به ایرانی‌ها در حوزه به خصوص هنر اومدن این نشان رو دادن. حالا ما امروز میخوایم ببینیم که چه کسانی این نشان رو گرفتن و پرسش جدی داریم. واقعا آقای شهاب حسینی یا این افرادی که الان نام میاریم، شما چی کار کردید که لیاقت دارید نشان شوالیه رو بگیرید؟ و یادمون باشه نشان شوالیه خیلی بار داره. ببینید شوالیه چه کسانی بودن؟ در مقطعی شوالیه کسانی بودن که در برابر تمدن شرق، که خب این تمدن شرق بخش گسترده شیرانه، وقتی این تمدن شرق میمونن با تمدن شرق جنگ میکنن، جنگ فیزیکی و جنگ های خونین میکردن با تمدن شرق. خب رهبریت این تمدن شرق در رأسش در بخش های مختلف تاریخی ایران بوده. اگر لازم باشه باید ببینیم کدوم جنگ ها مستقیما بحث شوالیه فرانسه با ایران مربوط میشده تحقیق کنم در بیارم، چون ما کارمون کار تحقیق و پژوهشی است. و بخش قابل توجه، یعنی از نظر ملی بخوایم نگاه کنیم، شوالیه کسانی بودن که با تمدن ایران در بخش های مختلف، یا نه فقط صرفا برای این باشن ولی در مقاطع مختلفی در تاریخ با تمدن ایران در حال ستیز بودن. اگر نه آقای شهاب حسینی و عزیزانی که این نشانه گرفتید، شما دید مذهبی دارید؟ بالاخره این کسانی که شوالیان تو جنگ های صلیبی که عمه من که نبوده که، شوالیه بودن. جنگ های صلیبی و دینی آقایان شوالیه اومدن با مسلمان و جنگ صلیبی را انداختن. خب شما از این منظر هم بخواید نگاه کنید، شما اگر دید ملی داری مثل من، نشان شوالیه حقارت به نظر من. اگر دید نه مسلمونی و اسلامی و اینا داری، آقا این شوالیه با تو اینجوری جنگیدن. و بهتون بگم بخش قابل توجهی هم از این دید اسلامی در حقیقت باز جنگ بین جنگ تمدن شرق و غربه. حالا اینا بحثه گسترده یه نمیخوام بیان کنم، ولی به هر حال یک چیزی که اینجا برای من پرسشه، چه کردن این هنرمندان ما در راستای منافع فرانسه یا آرمان‌های فرانسه که لیاقت چنین نشانی رو دارن و اینقدرم زیاد میگیرن؟ نشانی که خود وبسایت رسمی نشان شوالیه‌شون به اسم لژیون دونور میگه که آقا جان کسانی میگیرن که امکان دارد اتباع خارجی بگیرد. به اتباع خارجی اولا کسانی که عمر فرانسوی میگه که بر راستای ملت فرانسه جان فشانی کردن و فلان، ولی اتباع خارجی هم امکان دارد اگر خوش خدمتی کرده باشن این نشان رو بگیرن. حالا کیا این نشان رو گرفتن به جز آخ؟ چون بیرم شهاب حسینی، ما برنامه‌مون جوریه که نگاه میکنیم اخبار روز چیه، وقتی یه چیزی پیش میاد ریشش هم میخوایم بیان بکنیم، اینجوری قشنگتر میشه. مثلا اگه میونم نشان شوالیه رو چند ماه پیش میگفتم مورد توجه شاید قرار نمیگه، ولی امروز چون آقای حسینی گرفته، خب حالا میایم پیشینش هم میگیم و یک مقدار الان بازخورد خوبی داره و خوب میتونه پخش بشه و مردم حداقل حرف به قول بچه مذهبی‌ها شهید نمیشه، سخنمون شنیده میشه. خب اولیش آقای شجریان، استاد مردمی. این هفته دیگه هم احتمالاً این تو این روزا احتمالاً بمیره و حسابی برنامه دارن که چیز کنن دیگه، استاد مردمی مردمی کنن، دارن نشان میگیرن، نشان شوالیه میگیرن و ایشون نشان شوالیه میگیره. آقای شجریان فکر کنم سال 90 اینا بود، استاد مردمی، یادتون باشه یادم رفته بود تو برنامه‌ام بگم که ایشون با همسر دومشون هم استاد مردمی، زمانی که زن اولشون رو پیچوندن، البته طلاق ندادن، خیلی جالب بدونید همسر اول آقای شجریان هنوز زنشه، ولی شما هیچ جا نه تنها خود شجریان رو با
خانم اولش که 4 تا بچه ازش داشته نمیبینید. من تو برنامه قبلی یه سوتی هم دادم، فرزانه شجریان تو ذهنم نبود. از زن اولشون ایشون 4 تا فرزند دارن، فرزانه، افسانه، مژگان و آقای همایون. من فرزانه رو یادم نبود، فرزانه اصلا با مشکاتیان ازدواج کرده بود. و شما میبینید از زمان 20 سالی که ایشون با این خانم دومشون ازدواج کردن، در این 20 سال شما هیچ تصویری از مادر بچه‌ها که الان هم یعنی طلاق هم نداره، زن اولشه، نمیبینید. نه خودش اجریان زن اول اصلا آدم حساب میکنه باهاش عکس بگیره، حتی زیر یک سقف زندگی نمیکنه و استاد مردمی به بچه‌هاش هم اجازه نمیده با مادر عکس بگیرن پخش کنن. یه دونه عکس خانومشون با همایون تو فضای مجازیه و خانم اولشون به شدت افسرده و گوشه‌گیر شدن و طلاق هم نگرفتن برن ازدواج کنن. اینا رو هم بدونید، استاد مردمی هستن و میتونید برید از خیلی جا آمار بگیرید که ایشون چه دست بزنی داره. یعنی چنان این همایون و مژگان و اینا، این خانواده چنان زیر مشتلگرای آقای شجریان بزرگ شدن. برای همین هم هستش که شما یه عدم اعتماد به نفس رو تو بچه‌های آقای شجریان می‌بینید، به خاطر این دستای بزنیه که ایشون داره. استاد مردمی زن جوون، یعنی زمانی که داشتن خانم دومشون رو میگرفتن خانم 26 سالش بوده، استاد نزدیک 57 سالش بوده. زن اول عروسیشو توی پاریس میگیره. خب حالا شوالیه هم شد، بکنم در راستای منافع فرانسه ایشون اومده زن اولو پیچونده، چون تو فرانسه الان بحثای خانواده داره ضعیف میشه دیگه، اینجوری خانواده رو پیچونده شوالیه شده. بچه دارم که خواسته بشه استاد مردمی تو ایران، بچه دار نشده، برده ونکوور کانادا. تو رو خدا این استاد مردمی آخه کجاش مردمیه؟ هواداراش هم که من نمیدونم چجوری، ما ملت جو زده این، حداقل ترانه‌هاشو بشنوید بعد رگ گردن برای من کلوف کنید. و من حرفمو میزنم، هر چقدر شما رگ گردن کلوف کنید، اتفاقا من یه حالتی دارم، نمیدونم بعد برم دکتر ببینم خدای نکرده سادیسمی چیزی نباشه، چون از آزار ایران ستیزان لذت میبرم. وقتی میبینم حساسن، وقتی تو یک مسئله خیلی حمله به من میکنم میبینم حساسن، بیشتر و یه خورده باسر موازم رو بیان میکنم. مثلا به هر حال استاد مردمی خدا میدونه در راستای منافع فرانسه چه غلطی کرده، شوالیه میشه. اصلا خیلی چیزه که باب نیست ایشون باب میکنه. اینم ایشون با استاد هستن با نشان شوالیه فرانسه. آفرین استاد مردمی. ببخش اون نشان، نشان ایرانی نیست، نشان فرانسویست. استاد مردمی منطقه کنم مردم فرانسه. بگذاریم، خب حالا فردا پس فردا میمیره، استاد مرد، استاد مردمی مرد، مرد که فردا یک تار مومون که مرد، چی کارش کنیم؟ خب سپانلو که ایشون هم فوت شد، ایشون هم خیلی برای من جالبه، جوایز به کسانی دادن که قشنگ خیانتهاشون در طول تاریخ در کشور ما مشخصه. سپانلو که دخترشون هم در لس آنجلس یه مدت خوانندگی کردن و اینا، این آقای سپانلو اگه نمیشناسید بهتون بگم که در کانون نویسندگان در قبل از دوران شورش 57 بود، با افرادی مشهور شده بود، چون آقای این کیه، من خیلی بدم میاد ازش، بگید دیگه، شاملو، با شاملو و با این یارو مردک اسمش چیه، اسماعیل نوری علا و با اون چیچی ساعدی و همه اینا مشهور شده بودن با همدیگه و چه خیانت هایی کردن در راستای ادب و اینا و در راستای مقصوری. ببین آقای سپانلو نقش سیلبریتی های الان رو داش و خیلی سیاه نمایی میکنه. الان مثلا دختره مثلا چیه، مهناز افشار سیاه نمایی میکنه علی جمهوری اسلامی. آقای سپانلو در یک وسعت بالاتر و حرفه‌ای‌تر و پخته‌تر علی شاه این کارو میکرد. من بهتون میگم موضع من اینه، کسانی که علی شاه سیاه نمایی کردن پدرشون رو من تو این برنامه در میارم، علی جمهوری اسلامی هم دارن سیاه نمایی میکنن من پدرشون در میارم. چرا؟ چون من مسئله رو جمهوری اسلامی و شاه نمیبینم، من مسائل عمیق نگاه میکنم تو اون تصویر بزرگی که با پژوهش و با ریاضت به دست آوردم و اون تصویر بزرگی که میبینم، سیاه نمایی علی شاه و علی خامنه ای نیست، سیاه نمایی علی ایرانیت ماست. این رو بدونید، من دعوای بارها این جمله رو گفتم، من دعوای لاف ملایی با هیچ کس ندارم. میبینی شجریانی که سیاه نمایی میکنه علی جمهوری اسلامی شوالیه است از نظر فرانسه، سپانلویی که سیاه نمایی کرده علی شاه شوالیه است از نظر فرانسه. خب چی شد؟ هم ضد شاه هم ضد خامنه ای، هر دو شوالیه. چجوریه؟ چون فرانسوی ها به یک دید دیگه نگاه میکنن و این متاسفانه نگاه نکبینی من و توی ایرانیه که
مسائل با لحاف ملا میسنجیم و نگاه ما نگاه کی با کیه، تو با شاهی یا با خامنه ای، من با ایرانم. یک جا شاه در راستای منافع ملی است با شاهم، یک جا شاه در راستای منافع ملی نیست علیه شاهم، یک جا آقای خامنه ای در راستای منافع ملی است با آقای خامنه ای هم، یه جایی هم احساس میکنم سخن ایشون در راستای منافع ملی نیست نقد میکنم. پس اینو یاد بگیریم، ما معیارمون شاغولمون اگه یادمون داده بودم، این متأسفانه معلم درست نداریم دیگه، معلمین ما اگه بهمون یاد داده بودن به جای شخص پرستی و اینو آن گفتن میهنو بگیم، اگر به ما معلمان ما چی به ما یاد میدن، همش گفتن مردم سالاری. مردم سالاری چیه؟ میهن سالاری. آقا ما جون میدیم میهن از بین نره، چون ایران نباشه تن من مباد، پس بنابراین میهن سالاریه. بنابراین در چارچوب نوع نگاه میهن سالاری، بله آقای سپانلو لایق شوالیه فرانسه است، چون حسابی علشا ایشون سیاه نمایی کرد. هنرمند دیگه خانم لیلا حاتمی است. آخه من نمیدونم چجوری به این شوالیه دادم. شوالیه کی بودی تو واقعا؟ نفر بعدی آقای مخمل بافه، بچه مذهبی و کمونیست و چپ، همه چی بوده این آدم، حتی کمونیست بیشتر بوده. آقایی که میگه ما ضد امپریالیستیم، ضد فلانیم، چپیم، کمونیستیم، و همین آدم یک سرباز بیگناه، یک کادری پلیس بیگناه، و آقای مخمل باف که داشته فرار میکرده از دست ساواک میزنه یه پلیس رو میکشه در یک جا، یعنی قاتله. یک سرباز، یک کادری پلیس زحمتکش دوران شاه توسط مخمل باف کشته میشه. و این آدم کمونیست، ببینید کمونیستی، مسلمونی، زرتشتی، بیدینی، بادینی، آتئیستی، هر چی هستی صادق باش تو راهت. آقای کمونیست، آقای امپریالیست، تو با جمهوری اسلامی اومدی بیرون سال 84، سال 84 اومد بیرون. آقا ما، ایشون هم شوالیه است الان بهتون میگم، آقا ما چیز تو جمهوری اسلامی حاضر نبودم فیلم رپورتاجی بسازم. چیکار کنی؟ رپورتاجی چیه؟ آقا رپورتاج مثلا جمهوری اسلامی، منم میخواست فیلم بسازم تبلیغ کنم از حکومت، و فیلم سفارشی. دمت گرم، چقدر تو با شرفی. پس فیلم سفارشی نمیسازی؟ نه، همین عکسی که ازت درآوردم کجاست؟ این عکس در مقام الاعلای اسرائیله. آقا بلند شده رفته حیفا، عکا، و از سبک زندگی و باورهای جریان مخوف بهایت مستند درست، یعنی چه مستند ضعیفی هم بود. مستند رو نگاه کردم واقعا خاک بر سرت کنم، تو سینماگری؟ یه مستند واقعا مزخرف درست میکنه و همش رپورتاجه، که حتی تو این مستند پسرش که الان کنارشه، اینم پسرشه، برمیگیره میگه بابا مگه ما قرار نبود فیلم سفارشی نسازیم، مجبور شده مثلا. بعد این میخواد توجیه کنه نه پسرم این سفارشی نیست فلانه، یک مش مزخرفات رو به عنوان یک جوجه کمونیست مستند رپورتاجی درست میکنه برای بهاییت، بعد میگه ما مثلا با جمهوری اسلامی اومدیم بیرون فیلم سفارشی درست نکن. 84 میاد بیرون، دو سال بعد ایشون نائل میشن به شوالیه، شوالیه فرانسه. چیکار کردی برای منافع ملی فرانسه آقای مخمل باف که لایق چنین نشانی هستی؟ خب نفر بعدی عباس کیارستمی، یک فیلم درست از این آدم شما نمیبینید. تعجب نکنید من اینا رو میزنم، خیلی فقط من میزنم آخه یه دلیل جالب داره، مثلا عباس کیارستمی که من الان گیر بدم یه رنگ گردنشون کلوف میشه، بعد بهشون میگم آقا فیلماش کدومه، همه به تتپته میافتن. بعد بهش میگم خدایش تو حاضری بشینی فیلم گیلاس و فلان و دیگه، بهترین فیلم این آدم چی بود؟ خانه دوست کجاست، که قابل تحمل بود یه بار ببینی، حاضری بشینی فیلماشه؟ فیلماشو ندیده بس، یا برمیگردن رگ گردن کلوف میکنن. آقا ببین من امید دانا اگه نشستم جلوی این دوربین همینجوری داره این فکم کار میکنه حرف میزنه، ببین بیشتر از اینکه فکم کار کنه هم خوندم هم دارم نگاه میکنم، تمام آثار اینا رو بررسی میکنم. تو حاضری بشین آقا اگر کسی نشست پای فیلم آقای عباس کیارستمی، مردونه جدی میگم از اول تا من که میدونم شما فیلماشو ندیدید، اگر نشستی پای فیلم این از اول تا آخر نشستی فیلمشو تا آخر دیدی، همونجوری که فیلم لاتاریا میبینی، همونجوری که فیلم به وقت شام آقای حاتمی کیا رو میبینی، اگر مردونه نشستی فیلم اینو کامل ببینی، سر یه رو 20 دقیقه بلند نشدی فرار کنی، هر چی تو میگی درسته، من اصلا جلوی دوربین دیگه نمیام.
دفاع نکن برادر من، نمیشناسی دفاع نکن. الان میاد رگ گردن تو شجریان گوش نکردی و میاد رگ یه دونه ایران ای سرای امید اون شجریانم که قشنگه شعرشو که هوشنگ ابتهاج چیز گفته کمونیست گفته اگر اشتباه نکنم، و ترانه هم که برای آقای اومدن آقای خمینی در به چیز بدترین حالت و بهترین حالت که خودش میخواد توجیه کنه برای تحریک مردم برای ریختن تو خیابون خونده. توجیه نکن. تازه اون ترانه رو باز میشه خدای گوش کرد. ایران ای سرای امیدو. عباس کیارستمی سالها تو فن آقای مردمی، کارگردان مردمی، سالها در فرانسه زندگی کرد. بدونی که مشکلی هم نداشت بیاد ایران زندگی کنه. با دل بخواه در فرانسه زندگی کرد. پر فرانسه ای که هزاران مشکل داره فرانسه رو ترجیح داد به ایران و در فرانسه مرد. و خیلی جالب بود تو ایران میگفتن کارگردان مردمی. بابا یارو شماها رو آدم حساب نکرده تو بابا من اگه تو خارجم تبعیدم بفهم. من این حرفا رو تو ایران نمیتونم بزنم. بحث آزادی بیان و اینا هم الان نمیخوام بگم در غربه، نه الان هم سوئدیایی که به زبان سوئدی فعالیت میکنن و مخالف یک سری چیزای حکومت خودشون هستن در کشور خودشون نمیتونن حرف بزنن. مثل نوردیس اوندوم 30 تا بچه زیر 30 سال پدرشون رو در آوردن سال پیش، اینا خودشون رو منحل کردن. حالا اگر اون 30 تا بچه بیان تو ایران میتونن حرف بزنن، چون دارن به سوئدی در مورد سوئد صحبت میکنن. ایران باهاشون چیکار داره؟ من تو کشورهای اروپایی دارم فارسی برنامه میذارم، اصلا میرم خیابون یه دونه اروپایی منو نمیشناسه، با من چیکار داره آخه؟ دارم کار فکری میکنم، دارم برنامه فارسی میذارم و به هر حال اول آخر آقا جان من در جمهوری اسلامی زندان بودم یا نبودم، مخالف هستم بالاخره با یه سری چیزا مخالف هستم یا نه. الان تو برنامه قبلیم یه نقدی با آقای خامنه ای کردم، خب این نقدی که تو ایران نمیتونم بکنم برادر من، طبیعی هم هست. الان هم به زبان سوئدی یا الان به زبان کانادایی بیام برنامه اجرا کنم، به زبان انگلیسی برنامه یا زبان فرانسوی، چون تو کانادا دو تا زبان دارن، به فرانسوی یا کانادایی برنامه اجرا کنم در مورد کانادا، خب آقا نمیتونم خیلی راحت کارامو پیش ببرم. اونایی که میگن میتونی دروغ میگن. برید ببینید آزادی خواهان اروپا و آمریکا رو چیکار کردن باهاشون، پدرشون در نه. من پس تبعیدم. ببین من زمان شاه هم بودم سرنوشتم میشد منشی زاده. منشی زاده ها چه زمان شاه چه زمان جمهوری اسلامی، من تو خودمو در حد استاد بزرگ منشی زاده نمیدونم، ولی به هر حال تلاش میکنم راه این بزرگ مرد رو برم دیگه. در تنهایی در زمان شاه تبعید شد، نه در زمان جمهوری اسلامی. اینه ما افرادی که به مانند من اصلا تبعیدی هست. یعنی آقا انتخاب کرده عباس کیارستمی، میتونسته بیاد ایران، انتخاب کرده، آدم حساب نکرده شما ایرانی ها رو، تو فرانسه زندگی کرده مرده، بعد بهش میگن کارگردانه چی؟ مردمی. خیلی برام جالبه وقتی داشتم آمار میگرفتم چه کسانی نشان شوالیه گرفتن، آدم حسابیشون که یه بار میشه آدم ازش دفاع کنه شهاب حسینیه، ما بقی همه ایران ستیز، همه ایران ستیز از دم، همه آدمایی که اصلا حالا ایران ستیز هم نباشن در بهترین حالت ایرانگرا نیستن و غرب زدن، این بهترین حالت، چون عموما ایران ستیزی هم میکنن. خب نفر بعدی، نفر بعدی رو نشون بدم خیلی جالب میشه. خدای من مگه داریم؟ مگه میشه اصغر فرهادی با نشان شوالیه؟ اینم نشانشه، عکسش یه قولی کیفیت نداره ببخشید، اینجا بهش نشان شوالیه دادم. اصغر فرهادی باورتون میشه؟ داریم مگه دیگه اصغر فرهادی دیگه؟ من میدونم بابا این شوالیه باید باشه. آقا همه فیلماش سیاه نمایی از ایران، تمام فیلمای مزخرف آپارتمانیش با بودجه خارجی ها، یه بار از عربا پول میگیره یه بار میره از آمریکا. جدای نادر از سیمینشه که از آمریکایی ها پول گرفت، فیلم مزخرف فروشنده هم که از عربا پول گرفت. همه فیلم آقا فیلم آپارتمانی چه نیازی داره تا خارجی پول بگیری؟ آخه مگه چیکار میکنی دو سه تا لوکیشن و چهار تا هنرپیشه فیلمت دیگه تهش ته خرجش؟ اینو که خب ببخشید هر کارگردان ایرانی هم میتونه، میگم کارگردان، هر تهیه کننده ایرانی هم میتونه بره، تو حتما باید میرفتی از عربا پول بگیری یا از آمریکایی‌ها؟ خب تمام فیلمای مزخرف آپارتمانی سیاه علیه کشور من و تو که ببینیش افسرده بشی درست میکنه؟ بله شوالیه است، همه جوایز رو میگیره، شوالیه غربی است دقیقاً. چرا به حاتمی که من با حاتمی که موافق نیستم، محبت میگم ها، من کلا مخالفم با هم. ولی پرسشه چرا یک کسی در کانتکس حاتمی کیا نباید جایزه بگیرن؟ چرا
آقا تو بیا یه فیلم بساز در دفاع از ایران، ببینم به جایزه میدن، هر چقدر هم از نظر سینمایی فیلم استاندارد باشه یا حتی بالاتر از استاندارد باشه، شاهکار باشه، ولی مضمون فیلم این باشه ایران خوبه، خیلی هم خوبه، به جایزه نمیدن. ولی برای فیلم مزخرف، حتی من فیلمای آقای اصغر فرهادی رو در حد یک فیلم معمولی استاندارد نمیتونم ببینم. اصلا شوکه میشم وقتی که فیلمای فرهادی جوایز بین‌المللی، جوایز سیاسیه دیگه بابا، خرکی نیستی. فیلم فروشنده رو مردونه کی حاضر برای بار دوم ببینه؟ بار اول دیدی. ببین این روانشناسی منه، میدونم همتون یه بار فروشنده رو دیدید، ولی قسم میخورم اینجا هیچ کدومتون برای بار دوم حاضر نشدی فروشنده رو ببینی. درصد بگیریم، حالا یه نفر پیدا میشه من دیدم، درصد بگیریم، خداییش دیگه بنویسی چند نفر تو فروشنده رو برای بار دوم دیده. بعد فیلمای سیاه به ایشون شوالیه میدن، بعد شوالیه باشه. مردک رفته بود اسپانیا امسال، سال پیش یه دونه فیلم درست کرده بود سیاه در مورد اسپانیا، رفت حتی کاندید نشد بهش جایزه بدن، که من گفتم آقا تو بعد فیلمو علی کشور خودت بسازی کاندید بشی جایزه دی، اگه در مورد کشور اروپایی سیاه نمایی کنی، تازه در مورد کشور اروپایی سیاه نمایی هم نکرده بود، رفته بود حقایقو ساخته بود، کاندیدت نمیکنن. خب حالا ادامه، نفر بعدی. آها، تنها کسی که حالا یکی من آوردم عکسشو دیگه، تنها کسی که یه نفرم بود حتی خیلی ناما هست که جایزه رو گرفتن، داشتم میخوندم اینا، یه نفر تو این واگیر داستان ها و اینا جایزه شوالیه فرانسه رو قبول نمیکنه، میگه آقا من جایزه رو از دست مردم ایران گرفتم. این آدم حسین علیزاده است. من خیلی جالب است، حسین علیزاده به ده ها دلیل نقد دارم. در شورش 57 یکی از کسایی که افکار مردم رو تحریک میکرد حسین علیزاده بود، در زمان جمهوری اسلامی هم یه سری از این اقدامات انجام داده بود. اما ببینید اینجا میگم دعوای شخصی، من از حسین علیزاده اصلا خوشم نمیاد، نه کاراشو گوش کردم نه چی، نه از نظر هنری خوشم میاد نه از نظر سیاسی، ولی وقتی که میبینم در یک جا شرافت به خرج میده دفاع میکنی. حسین علیزاده تنها هنرمند ایرانیه که بهش گفتم بیا بر شوالیه رو بدیم، گفته من نشانم رو از مردم ایران گرفتم. یه دست داره بابا، چه عجب، خدایا شکرت بالاخره یه دونه هنرمند ما یه نیمچه شرافتی نشون داد که شوالیه فرانسه نشه. دمت گرم آقای علیزاده، من اصلا انتظار نداشتم از شما، یعنی به عنوان یک کسی که میخواد یک کار ملی بکنه، من از شما انتظار نداشتم و واقعا سپاسگزار این جایزه رو قبول نکردی. تنها کسی که قبول نکرده علیزاده است. حالا نامای دیگه ای که بهتون میگم قبول کردنم جالبه، شیرین عبادی جایزه رو گرفته دیگه، اینا رو عکسشون رو نمیذارم. احسان نراقی توده‌ای، احسان نراقی توده‌ای که یکی از پایه‌گذاران انقلاب اسلامی بود، خیلی جالبه بهتون میگم، مشاور فرای پهلوی بود. مگه میشه یه آدم توده‌ای بعد مشاور زن شاه باشه؟ چه جوری هاست این دیگه؟ خیلی جوراست. در مورد دفتر فرای پهلوی برید بخونید تا بفهمید که به پادشاه مملکت همه خیانت میکردن، هیچی اکسترا به صورت اضافی هم توی رخت خوابش هم بهش خیانت میکردن. آقای احسان نراقی توده‌ای به دست راست خانم فرای پهلوی ایشون بوده و توده‌ای بوده و ایشون هم شوالیه فرانسه بوده. بله، وقتی شوالیه های فرانسه توی دفتر زن شاه ما باشن، میخواستی انقلاب 57 رخ نده؟ بالاخره دیگه محمد دولت آبادی که اون پیرمرده که انقدر سیگارم کشیده تمام این سیبیلاش پر زرد شده، اینا اونم داستانای خودشو داره. زمان شاه هم یه مدت انداختن یک زندان، عشق اینا داره که تمام داستانهای خیالی سلحشوری خودشو در زندانه شاه بگه. دوباره یه پرانتز باز کنه، هر کی از زندان چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی اومد گفت آی منو شکنجه کردن، از این گوش بگیرید از اون گوش در کنه، البته تجربه جدید من میگه که حتی اجازه ندید تو این گوش بره که نیاز باشه از اون گوش در کنید، چون زندانی سیاسی جماعت دوست داره، میدونی میره زندان میاد بیرون دوست داره قصه سلحشوری بگه، چه زمان شاه چه زمان جمهوری اسلامی. بنابراین زیاد جدیشون نگیری، چون زندانی سیاسی تو کشور ما متاسفانه افرادی هستن به غایت بی سواد و هیچی ندار. یعنی شما چرا فکر میکنید زندانیان سیاسی ما
حتی اگه میخوان محمد دولت آبادی باشه که یه هنری داره و بالاخره هرچی، چرا فکر میکنی فقط دوست داره خاطرات زندانشو بگه؟ چون اگه خاطرات زندانشو نگه چی بگه؟ هیچی ندارن. چون ببین من بالای 2000 تا برنامه تا حالا ساختم و او بالای 1000 تا لایو اینستاگرام و اینا دارم. همین کل این 2000 تا 2 3 جا مجبور شدم در مورد زندانم صحبت کردم. از 2000 تا برنامه 2 3 برنامه یعنی هیچ دیگه. حتی 1% هم نمیشه. کمتر از 0.5%. من تا الان به زندان خودم برنامه. چرا؟ چون 1 دریا حرف دارم و دارید میبینی که یه دریا پژوهش دارم، حرف دارم، باید بزنم و همش میگم خدا کنه عمرمون رو بیشتر کن اینا رو بیایم بگیم. ولی زندانیای دیگه چرا مجبورن همش هر روز خاطره میگن لعنتیا. یکیشون بود پسره رادیو فردا میبردن، پور هیدر. پسره پور هیدر بود، برگشت ایران، اومده بود ترکیه، بعد رفت آمریکا لس آنجلس. آقا این هر روز رادیو فردا داشت خاطره میگفت. آقا تلفن برداشتم زنگ زدم، اون موقع که به زنگ زدم البته ترکیه بود، زنگ زدم شماره ترکیه شو داشتم. آقا چیکار میکنی پور هیدر؟ تو 3 ماه با ما بودی لعنتی. من 2 سال خورده این سری آخر اینا اینقدر چیز نمیکنم، خاطره نمیگم. خاطره کجا میاری لعنتی؟ خاطرات از کجا؟ تو 3 ماه با ما بودی، تو این 3 ماه هم که اینقدر ترسیده بودی و افسرده بودی، از اتاق چند بود، اتاق 3، از اتاق 3 بیرون نمیومدی، همش تو تختت بودی. این همه خاطره از کجا اومد؟ هر روز خاطره میگفت توی رادیو بعد لعنتی، خاطره دونش هم پاره نمیشد، همینجوری بود. خب این حقایق. این آقای دولت آبادی یادم افتاد زندان، در مورد زندان شاه خیلی دروغای زیاد میگه. به هر حال تنها هنرمندی که گفته من نمیخوام شوالیه باشم این آقای حسین علیزاده است. پس براش یه دست بزنید حداقل تو این مورد. خدایا شکرت بالاخره یه هنرمند بود، ما ازش یه دفاعی بکنیم. خسته شدیم همشون اینجا، انقدر زندگی‌های کثافتشون رو فقط در این کثافت دونی رو باز کردیم، بوش حال ما رو به هم زد. دمش گرم. باز بالاخره یه هنرمند بوده که شوالیه نشده. و پرسش جدی من اینه، البته دیگه پرسش جدی ندارم، چون حالا آقای شهاب حسینی که خب یه هنرمندیه تو چهره بین اینایی که خوندم باز به هر حال معقول تره که این جایزه رو گرفته، ولی بقیه رو که خوندم، مخمل باف، سپانلو، شجریان، کیارستمی، اصغر فرهادی، شیرین عبادی، احسان نراقی، شماها به حق لیاقت شوالیه فرانسه رو دارید. خوشا به حالتون که شوالیه فرانسه رو گرفتید و به حق هم گرفتید. شما شوالیه فرانسه هستید و شماها نمیتونید قهرمان من ایرانی باشید. کسی که شوالیه فرانسه است قهرمان من ایرانی، هنرمند من ایرانی نیست، اون قهرمان آرمانهای فرانسه است. طبق همون چیزی که تو وبسایت این نشان داره میگه، که اینم عکس وبسایتشه، خودتون برید بخونید تحقیق کنید، حرفای منو قبول نکنید. میگه آقا جان فقط افراد فرانسوی میتونن عضو چیز باشن، ژیون دونور باشن، همین نشان. اتباع سایر کشورها که به فرانسه خدمت کردن یا از آرمانهای آن حمایت کردن امکان دارد به این نشان نائل باشن. امکان دارد، ولی این امکان فکر کنم اینقدر، یعنی طبق اون مانیفست خود این نشان شوالیه اینا فکر نمی‌کردن ما ایرانی ها در راستای اهداف فرانسه اینقدر خوش خدمتی کنیم که این امکان دارد و بعد بنویسن معمولا ایرانی ها این جایزه رو میگیرن. یعنی اونجا نه، مثلا امکان دارد به این نشان نائل شون، بعد بنویسه که عموما ایرانیان به این نشان نائل میشون. ایرانیان از نوع اتباع سایر کشورها هستن که به این نشان نائل میشن. پس بنابراین شماهایی که این نشانه گرفتید، آقای شجریان که اینجا تصویرتون رو دارم میبینم، آقای شجریان شما استاد مردمی هستید، دقیقاً هم این عکس واقعیته با نشان شوالیه فرانسه. کسی که چون شما شوالیه فرانسه است، شوالیه فرانسه از دید ملی نمیتونه هنرمند من باشه، چون از دید ملی شوالیه فرانسه بارها به تمدن ما در جنگا حمله کرده. اگه دین مذهبی هم، حالا چون خیلی آقای شجریان ربنه و فلان و اینا میگن ما مذهبی هستیم، شجریان دوست داریم، آقایین مذهبی کلاتونو بذارید بالاتر. اگه دین مذهبی هم دارید، آقایین شوالیه تو جنگای صلیبی پدر مسلمونا رو درآوردن. آقا هر دیدی داری نمیتونه این خواننده مردمیت باشه. من که دید ملی دارم، دید ملی که نبود، حالا دید اعتقاد دید مذهبی که اصلا نمیتونه باشه، چون ایشون شوالیه فرانسه است، جنگای صلیبی است و اینا شوالیه‌هاشون اومدن بهتون حمله کردن. یک مقدار خرد هم آرزوست. قربونتون برم، شب و روزگار خوش. این بخش برنامه رو می‌بندم. پاینده ایران بدرود.